سازمان جهانی بهداشت میگوید ما به جهان در مورد یک اپیدمی جدید ویروس سیاه که به سرعت در چین در حال گسترش است هشدار میدهیم. سازمان جهانی بهداشت از چین خواست تا داده های بیشتر و دقیق تری در مورد بیماری های تنفسی در حال گسترش بین کودکان در شمال این کشور را ارائه دهد. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، شمال چین از اواسط اکتبر امسال در مقایسه با مدت مشابه در 3 سال گذشته شاهد افزایش 1 بیماری شبیه به آنفولانزا و افزایش ابتلا به ذات‌الریه در کودکان بوده است. کمیسیون بهداشت ملی چین هفته گذشته به خبرنگاران گفت که افزایش بیماری‌های تنفسی به دلیل رفع محدودیت‌های کووید 19 و گردش بیشتر عوامل بیماری‌زای شناخته شده یعنی آنفولانزا و عفونت‌های باکتریایی است که باعث ذات‌الریه در میان کودکان شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید هنوز نشانه‌ای از قصد چین به پاسخ دادن به درخواست اطلاعات بیشتر در این زمینه ندیده است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر در این مورد نیز پاسخ نداده است. پزشکان چینی و کارشناسان حوزه سلامت در سایر کشورها چندان نگران شیوع بیماری‌های تنفسی در چین نیستند و خاطر نشان کردند که سایر کشورهای دیگر نیز پس از کاهش محدودیت‌های کووید 19 شاهد افزایش بیماری‌های تنفسی مشابهی بودند. سیسیل بریون رئیس بخش اطفال بیمارستان رافیلز پکن میگوید تا کنون چیز غیر عادی در این زمینه مشاهده نکرده ایم و بیشتر بیماران علائم مانند سرفه، سرماخوردگی و تب داشتند که کاملا قابل درمان است.